ای بیرندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهم نوشت. من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش، هر کس آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. سری تسلیم من و غشت دری میکده ها، مدعی گر نکند فهمی سخن، گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو پسی پرده چی دانی که کی خوب است و کی زشت. بله، وقتی هر غزل را میخوانی سر و پا پر از معنی است. و به همه شما سلامتی خواهان هستم، عزیزان دلی که این دم هم گوش بر صدای ما دارید و هم تماشا میکنید. السلام علیکم. یک لحظه تصور کنید، یک لحظه پس از 100 سال، 120 سال ما کجا باشیم؟ 100 سال، 120 سال، تصور کنیم اگر سالهای 2119 یا 2000 من نمیدونم 139 و 40 100 ساله ها و 120 ساله ها، نه من، نه شما، نه فرزندان شما، نه دوستانتان، کسی نمیماند، کسی نمیماند. یعنی در کره زمین چند میلیون و میلیارد و تریلیارد انسان است، همه زیر خاک می شویم و اون وقت در این خانه هایی که حالا داریم دیگران اقامت می کنند. بله، مال و اموالی که از خود می مانیم نصیب دیگران خواهد شد. این کوچه ها، دیوار ها، جوی ها، باغ ها حتما شکل و رنگ دیگری خواهند گرفت، حتما. خانه ها، کوچه ها، بازار ها، اداره و میدان هایمان باز همین چنین سر آدم است و دیگر. ما یک کارخانه بزرگ میکشویم، بعد فخر میکنیم که صاحب این هستم. کارخانه هایی که 80 سال گذشت، ببینید چی میگویند. این رو ویران کنید، بجویش یک بینوی زمانوی میپوشه. یا همه کوچه ها، هر چی که کردیم اینها دیگر میشوند. یعنی 100 ساله و 120 ساله ما، دوستانمان، نزدیکانمان، چیزهایمان، ماشین ها کهنه میشوند، همش دیگر و هم پرم میشود، هر چی که داره. اما همه چیزی ما که ایواز میشود و دیگر میشود و پیشرفت میشود بدون ما، بی ما. ما از اینجا آگاه رفتیم و به یاد کسی نخواهیم رسید. کی است که امروز بابا یا بابا کلانش رو بیاد دارد؟ کی است؟ همه ما تنها یک سطر خورده در خاطر آنها خواهیم برد، آنگونه که امروز بابا کلان در یادهای ما نیست. همچگونه که بابا کلان ها یک نقطه خورده که به یادمون هستند، ما هم همین گونه به یاد آنها خواهیم رسیدن بودن. بابا دیگر پرسی بابا کلانت کیست؟ بابای کلانی کلانت کیست؟ نمیدانم. ما هم یکی از همون پرچه ها
خواهیم رفت. فقط ناممون میماند، همون هم اگر ماند، ولی شکل و صورت ما، قامت ما، لباس ما، طعام ما، ماشین و جای پور از مال ما، این همه در صحرای فراموشی از یادها می رود. کسانی اینجا بودند و رفتند و باز ما آمدیم تا به زودی پسی آنها برویم. رفتند و رویم و باز آیند و روند. این وقت در نظر ما چقدر طولانی است؟ یک روزی در روز رو حساب کنید، این میکنم، میخورم، کار میکنم، هر چی که است به نهایت طولانی می نماید. و آنجا که قرار گرفتیم، این همه به مانند یک میجه است که چقدر کوتاه است. گذشته رو فکر کنیم، یعنی گذشته چی رو در نظر داریم؟ دوره بچگی رو، دوره اویله شوی ما، دوره اولین بار ماشین گرفتیم، دوره هر دوره هایی که بود ببینید، گرچند که 10 سال و 20 سال و 30 سال گذشت، فکر میکنیم که دیروز بود. یعنی اگر گذشته رو نظر کنیم چقدر زود است، اگر پیش رو نظر کنیم ای وقت زیاد داریم. بعضی نفرها هستند که 30 و 40 در اومدن، تصور میکنن حالا هم جوان هستند. شما قله را فتح کردید، نظر به پایان هستید، فرامدن پایان. برخیز که این عمر تو چون باد روان است، بینگر که اجل در پی هر پیر و جوان است. با گریه مصفا بکن آینه دل را، تا کی همه دعوای تو از روی زبان است. وقتی که تولید می شویم به دنیا می آییم، چی قدر چیزها رو صاحب می شویم؟ صاحب دیپلم ها، همسر ها، فرزند ها، خانه ها، ماشین ها، دوکان ها، منصب و وظیفه ها. اما به هنگامی رفتن از اینجا هیچ یکی رو اجازه بردن به آنجا نداریم. نمیبریم، نه زن، نه مغازه، نه کارخانه، نه وظیفه، نه فرزند، کسی. اگر نفر خواهد حقیقت حیات دنیا و حضور خود را در میدان آزمایش خوبتر درک کند، دنیا را نه به معیار عمر خود بلکه به عمر خود دنیا بنگرد. هستی 70-80 ساله ما در این صدها هزار ساله دنیا چون میجه زدن بیش است. یک میجه گویو چشم کشودیم و چشم بستیم، گویو از شکم مادر زود به شکم قبر رفتیم. وقتی آنجا در عالم خاک وسط و پناه های اینجا را به چشم سر میبینیم، وقتی که بچهش میبینیم در زیر خاک، بعد درک خواهیم کرد که اینجا چقدر کوتاه است، چقدر تنگ است و چقدر زود گذرا بوده است. با این خاطر بهترین معلممان، غمخوارمان درود بر او گفته بود که ما را برای بیاد آوردن آنجا تشویق می نمایند تا آنجا پیش نظر ما باشد و به زینت و لذت آنجا مغرور و فریفته نگرده. رفت روز اگر نفست از زیادی آنجا غافل شد که زیاد چونین می شویم، این بیت را برایش بخوام. چشم بکشا که اگر چشم تو صاحب نظر است، زندگی در پی تعمیر جهانی دیگر است. شاید که نفست به یاد تعمیر آنجا افتد و اگر روز نزد تابوت برای تکبیر گفتن راست شدی، این دعای سنتی را برای آن مسافر بخوان.
پروردگار، پروردگار جانم، برای او خانه بهتر از این خانهش، دوستان بهتر از این دوستانش عطا بکن و ملائک رحمت را برای زیارتش به خبرش بفرست. دوستان، همین زندگی نمیدونم کلن یک خیال است. اگر انسان تمام نفس دنیایی را از سر دور کند، بشیند، فکر کند، بعد درک میکند. بیشتر حالت به شما شناس است، یک کار را میکنیم، بعد میگن که ایخه همین و خیرش، ای بعدی همین نمیکنن، یا که میگن که ای توبه میکنن، باز. وقتی پروردگار میگد عقل را آفرید، بعد دیگه نزدم بیا، عقل آمد، گفت تو کیستی؟ گفت تو پروردگار من استی. گفت برف. وقتی نفس را آفرید، دغلتر فهمانیم، گفت نزدم بیا، نفس گفت در کارت های بیا، خودت بیا. گفت من کیستم؟ نفس گفت تو هستی، من هستم. هزار سال بسوزاندش، عذاب داد و باز آورد و گفت من کیستم؟ باز گفت ساده تر فهمانده، تو هستی، من هستم. دایما میگفت دو لشکر است در نزد دل، یکی عقل است، دیگری نفس. اگر که شما غلام نفس شدید، دیگر تمام، حکم شما پیشکی معین شد. نفس بسیار نازک است، نفس ما هر چی میخواهد، این کنم، وای کنم، دیگر. با این خاطر بسیار با احتیاط باشید. فراموش نکنید شیطان، ابلیس در هفت قبط زمین یک عنوان دارد. این عنوانهایش، یک عنوانش میتواند انسان را دیگرگون کند. با این خاطر عقل و هوش را به یاد بیارید و به خود بیایید. کی را نمیکند دنیا از پس دنیا پرگیری کنم و نفس کنم و یا فشار بیارم یا هر چیز که هست. در کشور آرام و آسوده تینج یکک زندگی داریم، زندگی را پیش بریم و نفس دنیایی را از سر دور کنیم. کوشش کنیم که دستگیر یک دیگر باشیم، یک دیگر را کمک کنیم. اگر خطایی از جانب ما باشد بخشش میپرسم، چون ما نیز شاگرد هستیم و علمی زیاده نداریم، هر طوری که هست همین قدر بر شما پیشنهاد کردیم. باقی خداحافظ.